أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو جلسه گذشته یه مقداری در مورد عقل صحبت کردیم که از آنچه باید بگیم اندکی گفته شد. حالا دو مرتبه حدیث هفته پیش رو میخوام بخونیم. سماعت ابن مهران از اصحاب حضرت صادق علیه السلام قال كنت عند ابي عبد الله وعنده جماعه من موالي. بس مقدمه عرض کنم، همه حرفایی که عرض میکنیم، همه حرفایی که عرض خواهیم کرد، ان شاء الله اگه آدم نمازش درست نباشه به درد نمیخوره. نماز آدم یه نماز درست باشه، اولا صحیح قانونی باشه، نماز من صحیح باشه طبق مسئله، نماز من صحیح باشه. اگه کسی دلش برای نماز خودش نسوزه، حرف آدم میشنوه که چی؟ قساوت آدم رو زیاد میکنه. یه مسئله، یه دوستان دیدم خیلی نماز تون تون داره، یه نماز میخونه بره که. حد اول، کلاس اول باید درست باشه، حرفای آدم اخلاقی میشنوه باید کلاس اولش تموم باشه، درست باشه. یکی از عمده ترین بخش های کلاس اول این که نماز آدم نماز درستی باشه، نماز درست بخونه. یکی از نتایج نماز درست این است که آدم عاقبتش به خیر میشه، عاقبت به خیر میشه آدمی که نمازش درست میخونه. حالا میگه که من خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و اندهو جماعتون من موالیش، مجموعی از دوستان اون حضرت هم محضر ایشان بودند. فجرا ذکر العقل و الجهل. یعنی اون هفته هم شاید عرض کردم اینجا عقل میگن در برابرش جهل میگن، جهل رو در برابر علم نمیگن، جهل رو در برابر عقل میگن. یه مسئله، حالا میرسیم. فجرا ذکر العقل و الجهل. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود اعرفو العقل و جندهو و الجهل و جندهو تهددو. عقل را و لشکریان عقل را بشناسید، جهل را و لشکریان جهل را بشناسید، راهو پیدا می کنید، تهتدو هدایت می یابید، راه را می شناسید، می فهمید. خب اینجا توقف کنیم. اون هفته هم عرض کردیم، حالا یه مقدار باز منظم تر عرض می کنم. میگن عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری آن است که
دو تا چهار تای عالم را میشناسه. مثلا اگر زمین به دور خورشید میگردد یا خورشید به دور زمین میگردد، این فهمی است که عقل نظری آن را به دست آورده است. همون مثال دو تا چهار تا رو اون عقل نظری میفهمد. پایه ریاضیات دیگه، حالا مثلا پایه ریاضیات از یک نقطه بیرون از یک خط بیش از یک خط به موازات آن نمیتوان کشید یا میتوان کشید، این پایه ریاضیات. این رو آدم به صورت ابتدایی اولیه عقل انسانی آن را درک میکند. اگر اون بنا بسازه میتواند تا حد اعلای ریاضیات برود. اگه بنا نسازه، یعنی کار بکنه درس بخونه، خب میتواند به ریاضیات عالیه برسد. اگر نه، اما یه اولیاتی رو عقل درک میکند. عقل نظری اولیاتی رو درک میکند. مثال من عرض کردم 2 تا 4 تا. حالا معمولا آیون میگن که مثلا اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله. این اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین جز اولین ادراکات عقلانیست، میگن اول الاوائل، پایه همه ادراکات بعدی این اجتماع نقیزین محاله است. الان روز است و الان شب است. مثاله برای این نمیشه، آدم نمیتونه بپذیره هم الان روز است هم الان شب است، هم الان روز نیست و هم الان شب نیست. مثلا اینو نمیتونه آدم بپذیره. این جزء اولین ادراکات انسانی است که پایه ادراکات بعدی آدمه. خب یه ادراکاتی انسان دارد وقتی که در مورد این، در مورد هست‌های عالم وقتی فکر می‌کند، این پایه اولی است. یه موقعی در مورد بایدها فکر می‌کند. مثلا ما می‌گیم ظلم بد است، ظلم نباید کرد، عدل خوب است، عدل باید کرد. این باید و نباید رو هم باز یه عقلی است که ادراک می‌کند. اون به یک معنا ما می‌گیم عقل عملی، یعنی عقلی که در مورد عمل انسانی قضاوت میکنن. یه عقلی است که در مورد بیرون از اختیار آدمی نظر میدهد. مثل اینکه زمین اگر به دور خورشید میگردد در اختیار من نیست، اگر خورشید به دور زمین میگردد در اختیار من نیست. اصلا من اگه اینو فهمیدم، اون اولی رو فهمیدم درست فهمیدم، اگه دومی رو فهمیدم غلط فهمیدم. بله، وقت اینه یه مقداری در مورد خوبی ها و بدی ها انسان نظر میدهد، نظر عقلانی میدهد. این به یک معنا میشود عقل عملی. اون عقلی رو که ما میخوایم بگیم نه این است و نه آن است، اون عقل چیزیست که آدمی را به عمل وادار میکند. در حالی که این عقلا، من میتونم کاملا یک کتاب در مورد عدالت بنویسم. مثلا افلاطون در مورد از این نوع چیزا مثلا چیز داره، نوشته داره، رساله داره، میتونه بنویسد یک کتابی در مورد عدل و در تمام زندگیش یک بار هم به عدالت رفتار نکرده باشد. میشه، چون فقط فهمه. از یه فهم آدم داره سخن میگه. میگه عدالت خوب است اما خودش عمل نمیکنه. میگه ظلم بد است، دائما عمل میکنه. تمام ظالمای عالمم اگه ازشون بپرسی میگه که عدل خوب است، به ظلم بد است. اصلا نمیتونه بگه ظلم خوب است و عدل بد است. خب این یه حرفه. این عقلی که ما میگیم که این حدیث داره اون رو بیان میکنه، این عقلی است که آدمی را به عمل وادار میکنه. اون عقلا آدم به عمل وادار نمیکنه اصلا. یه سلسله ادراکاته، ادراکاتی است در مورد رفتار آدمی، ادراکاتی است در مورد خارج از حیطه قدرت و اختیار آدمی. زمین به دور خورشید میگردد و یا خورشید دور زمین میگردد در اختیار من نیست،
یکیش درسته، یکیش نادرسته، اما در اختیار من نیست اصلا. اما اینکه این کار بد است، این کار خوب است، این در اختیار من هست، ممکنه بکنم، ممکن نکنم. یه ادراکاتی من در مورد این اختیارات خودم، زمین اختیارات خودم، یه ادراکاتی دارم، ممکنه طبقش عمل کنم، طبقش عمل نکنم. اما اینی که ما میخوایم عرض کنیم، اون ارزش آدمی به آن است، اون چیزیست که جز عمل فرض نداره. اگه شما به این عقل دوم، که حالا ما میگیم عقل عملی، اگه به این عقل عملی دوم برسی، عمل به طور دقیق 100% به دنبالشه. حالا دقت کنید، این یه مقدمه بود. فرمود که عقل را بشناسید، جهل را بشناسید، جند عقل را و جند جهل را بشناسید. تحت دو قال السماء فقلت جئت فداک، لا نعرف الا ما عرفتنا، ما چیزی نمیدانیم مگر که شما به ما بیاموزی. اگه ما یاد دادی ما بلدیم، اگه یاد ندادی چیزی ما بلد نیستیم. ما هم همینطوریم، اگه ایشون یعنی ائمه به ما چیزی بیاموزند بلدیم، چیزی نیاموزند بلد نیستیم. این بلد هستیم بلد نیستیم چیه؟ ما با همون عقلی که داریم میتونیم کلامون رو قاضی کنیم، یه سلسله مسائلی رو بفهمیم، اما هیچ وقت ایمن از خطا نیستیم. فرق کسی که امام داره و کسی که امام نداره این است که اون کسی که امام نداره ایمن از خطا نیست. دو نفر از علمای بزرگ اهل سنت به محضر حضرت صادق علیه السلام آمده بودند و قاطعاً بحثم شده بود. ایشون فرمودن که دقت کنید، فرمودن که به شرق عالم بروید، به غرب عالم بروید، حرف درست 100% دقیق فقط توی خونه ما پیدا میشه که به آسمان مرتبط است. شرقا و غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا، تقریبا البته، فانکما لن تجدا علما صحیحا الا مخرج من هذا البيت. مثلا حرف دقیق، حرف صحیح، 100% صحیح فقط نزد ما پیدا می شود که مسئولیم، از طرف خودم مسئولیم بر رسوندن حرف صحیح به مردم. عرض کردم آدمی زاد خدا بهش عقل داده، یه سلسله چیزی رو میفهمه، اما هیچ وقت ایمن از خطا نیست. اما وقتی که به نزد اهل بیت رفتیم و حرف اصل اونها رو یافتیم، اونجا دیگه ایمن از خطا است. آنجا اشتباه راه ندارد. چرا؟ چون معصوم است. چرا؟ چون از آسمان آموخته است، از خدای خلقت هر چی بوده آموخته. خب این عرض کرد که آه ما چیزی نمیدونیم مگر شما به من یاد بدی. حرف هم همینطور بود. ما اگر ائمه رو نداشتیم، حالا صد تا مشکل ها، یکیش این که ما میگیم مثلا مثالمون حضرت حسینه، اگر حضرت حسین علیه السلام نبود همه ما به دین یزید بودیم. اسلام ما همون اسلامی بود که یزید میاموخت به مردم. حالا از این بگذریم، هر کدوم از ائمه رو شما برداری، باز حرفای آسمان به ما نمیرسد، حرفای 100% صحیح به ما نمیرسد، فقط از اون طریق است که حرفای 100% میرسد. خب امام فرمود که ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. خدای تبارک و تعالی خلق را، عقل را خلق فرمود. اینو میده همش ذره ذره معنا داره ها. خدای متعال عقل را خلق فرمود، هزار تا حرف توشه. چجوری خلق کرد؟ اون چه موجودی بودش که خلق کرد؟ خلق اصلا به اون میرسید یا اون فوق خلقت بود؟ اینجا میفهمن او اولین خلق از سلسله روحانیین.
من میشه در عالم یک مجموعه از روحانیان هستند که عقل اولین آنهاست. ما یه حرفی از فرمایش از امیرالمومنین داریم، این کمک میکنه یه مقداری برای فهم این مسئله. فرمودن که خدای متعال فرشتگان رو از عقل خلق کرد، رکب فیهم العقل، فرشتگان رو خلق کرد در اونها عقل. مثل این است که یه جایگاهه، تو این فقط عقل ریخت، ساختمان فرشته فقط از عقل بود. خب خود اینم یعنی چی؟ کنون فرشته است که اینجوریه، فرشتگان درجات بالا هستند یا همه سلسله فرشتگان این چنینند؟ نموز حرفه. در هر صورت فرشتگان را خدای متعال از عقل خلق فرمود، حیوانات را، اینجا نقل اینه، حیوانات را از شهوت خلق کرد. چیزی جز غریزه در حیوان وجود نداره. یه مرتبه بالاتری از غریزه در حیوان وجود ندارد. هر کاری حیوان میکند بر اساس غریزه میکند. اگه منم مثل حیوان هر کاری میکنم فقط آن چیزهایی باشد که غریزه حکم میکند، در خور و خواب و خشم و شهوه همه به فرمان غریزه است، خب من درجم در حد درجه حیوانات است. چون انسانم و حیوانم میشه پستر از حیوان. و در مورد انسان فرمودن و در انسان هم شهوت قرار داد هم عقل قرار داد. اگه رفت تحت فرمان مطلق، مطلق فرمان عقل، از فرشته برتر است. اگر فقط در تحت فرمان شهوت عمل کرد انسان، که اکثریت خلق عالم چنینند، اونا از حیوان. ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش. این از دست راست عرش خلق کرد او را. خدا از دست راست خلق کرد با کم و زیادی صد تا حرف داره. او را از نور خودش خلق کرد. عقل را از یمین عرش، از دست راست عرش و از عقل، از نور خودش خلق کرد. فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل. به او فرمود پشت کن، او پشت کرد. سپس فرمود رو کن، رو کرد. فرمانبر بود عقل. عقل فرمانبر بود. اصلاً عصیان در ساختمانش نیست. عقل در ساختمانش عصیان، معصیت نیست. اگه من گاهی یه گناه میکنم، مشه در تحت فرمان عقل نیستم. فقال تبارک و تعالی خلق تو که خلقا عظیما و کرم تو که علی جمیع خلقی. من تو را خلقی عظیم خلق کردم. مرتبت تو خیلی مرتبت بلندی است. آدم میتواند به مرتبه عقل برسد. اگه به مرتبت عقل رسید، مرتبت عظیم پیدا کرده است، بر همه عالم شرافت یافت، برتری یافته است. دستورات شرعی برای این است که شما اشتباه نکنی. در قضاوت‌های عقلی اشتباه نکنی. خیلی جاشم که آدم نمی‌فهمه. مثلا نمی‌دونم نماز ظهر 4 رکعته. ما نمی‌فهمیم دیگه. با عقلمون، با ادراکاتمون نمی‌فهمیم نماز ظهر 4 رکعته. طبق دستور باید بخونی. یه جایی که میفهمیم باز توش اشتباه داریم.
اشتباه داره بشر، در ادراکاتش اشتباه میکنه، یه کمک میخواد. شر کمک عقل آدمی است، دقت کنید، شر کمک عقل آدمی است، میخواد اشتباه نکنه، همه ادراکاتش رو تصحیح میکند. خب و کردم تو که علا جمیع خلقی، من تو را بر همه مخلوقات هم، از همه مخلوقات هم گرامی تر داشتم. باز عرض کردیم اگر آدم به مرتبه عقلانی برسه، اون وقت میرسه به مرتبه عقلانی که دقیقا طبق دستور عمل میکنه، اصلا خطا نمیکنه، گناه اصلا پاک میشه. این اون وقتی است که آدم دیگه دقیقا طبق دستور عقل عمل کرده است. اون وقت آدم میرسد به این مرتبه ای که از فرشتگان هم برتره، از فرشتگان هم برتره. همه این فرشتگان بزرگ دیگه، از بزرگترین فرشتگان، مثلا ما میگیم حضرت جبرئیل مثلا بزرگترین فرشتگان، این مجموعه فرشتگان، این همه در تحت فرمان، معتقدیم دیگه، در تحت فرمان امیرالمؤمنین هن. حالا مثال امیرالمؤمنین در تحت فرمان ائمه. چرا؟ چون مرتبت انسان به کمال رسیده، انسان تمام شده، پایان یافته، در کمال پایان یافته است، او از مرتبه فرشتگان هزار مرتبه برتر است. باز داستان رو بلدین که در سفر معراج همراه بود، گفت دیگه از اینجا من بالاتر نمیتونم بیام. جایگاه انسان دارد، میرسد، میتواند برسد که فرشته در خیالش نمیگنجد، در خیالش نمیگنجد. در داستان حضرت آدم و فرشتگان فرمود که من میخوام یه نفری به عنوان خلیفه خودم در روی زمین خلق کنم، وقتی من اون رو خلق کردم شما او را سجده کنید. فذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، به سجده بیافتید در برابر. اینا عرض کردن که خب ما برای عبادت تو هستی، همینطور هم هست دیگه، سراسر آسمان ها را شما بگردید. فرمایش امیرالمومنین میگن یه جای پا، یه جای پا وجود نداره. جای پا که اونجا ها نیست که، یه جای پا وجود نداره که یه فرشته در حال رکوع و سجده و نمی حرفا نباشه. عالم پر است از رکوع کنندگان و سجده کنندگان. حالا مثلا به زبان بنده فرمودن که این با شماها فرق داره. بعدم بهش تعلیم اسماء فرمود، فرمود که حالا مثلا امتحان کنین همدیگر رو. یه حرفای مثلا آدم، این به زبان خودم دارم عرض میکنم، یه حرفای آدم زد، اینا اصلا نمیفهمیم چی میگی شما، ما نمیفهمیم تو چی میگی. گفتن که آدم یه جاییه، شما اصلا توضیح هم بدین نمیفهمین کجاست. جایگاه آدمی، حضرت آدم به عنوان نمونه انسان، به عنوان نمونه انسان حضرت آدم در جایگاهی است که فرشتگان آن را ادراک هم نمی کنند. مثل این حرفایی که ماها ادراک نمی کنیم، اونا هم ادراک نمی کنند. اما ما میتونیم ادراک کنیم. کوتاهی کردیم قبلا کوتاهی کردیم، حالا مثلا این حرفایی رو میشنویم. بعد من درز میکردم که حضرت آدم کجا بود، جایگاهی که فرشتگان تصورم نداشتن، تصورش هم نداشتن. حالا ادامش بود که امیرالمومنین در یه جایگاهیه که حضرت آدم تصورش هم نداره. حالا مثلا
اینقدر فاصله فرقه. بازم یک انسان، انسان به جایگاهی می رود که این حرفی که سعدی دارد که مثلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این مرتبه نهای انسان نیست. مرتبه نهای انسان خیلی بالاتر از اینه. خب فقال الله تبارک و تعالی خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی، من تو را خلق عظیمی ساخته و پرداختم و تو را بر همه مخلوقاتم برتری دادم. ثم قال خلق الجهل، عقل را از یمین عرش خلق کرد، از نور خودش خلق کرد. جهل را از بحر، از یک دریای شور ظلمانی، من البحر لعجاج ظلمانی جن، از یک دریای شور ظلمانی. آنه همش معنا داره ها، نه یعنی شور به معنای نمکش مثلا 30% نمک داشت. فقال له ادبر، فرمود پشت کن، پشت کرد. ثم قال له اقبل، فلم یقبل، بیا نیمه. جهل میمونه اینجا در پسترین عوالم، جهل میمانه. عقل کجا میره؟ تا برترین عوالم میره. میگن این عدبر و عقبه یعنی چی؟ آی عقل، با آدمایی که بهشون مایه اولیه عقل رو دادیم، بریم تو دنیا. خب همه اومدن تو دنیا دیگه، برگردیم به دو مرتبه به ملکوت. عقل برگشت به ملکوت، جهل اومد تو دنیا موند. این عقبل و عدبر به این معنا گفتن. اگه آدم از جهل سرشار باشه اینجا همون جهنم است. اگر از اینجا نجات یافتی، از جهنم نجات یافتی، هرچی برتر رفتی به بهشتی برتر راه یافتی، هرچی در درجه عقل برتر شدی، فرمودن در درجات بهشت. شما چطور به آسمان ها نگاه میکنید و ستاره ها بین یک درجه و یک درجه دیگر؟ مثل این است که شما از اینجا نگاه میکنید به ستاره ها، اینقدر فاصله است. اگرم یک قدم، فقط به اندازه یک قدم عقلش بیشتر باشه، به یه چیزایی میرسه که اون پایینی اصلا به خاطرش خطور نمیکنه. داستان حضرت ابراهیم اون مرتبه عرض کردن، خودشو کشته بود ابراهیم. اون روزی که گفتم برو سر پسرتو بود، من که شوخی بود. سر پسرتو بود، من که شوخی بود. قرآن داره فلا ما اسلم، هر دو تسلیم فرمان خدا شدن. خیلیه. اون پسر اگه میگفت نه، خب نمیشد که نگفت نه، گفت چشم. پدرش اگر فلما اسلما و تله للجبین، گفتن که خب ما آدم کشی که نمیخوام، میخواستیم خودتو بکشی. تون کشتی وقتی سر پسرت گذاشتی لب باغچه؟ بعضی از اولیا هم بودن سرش پسرش گذاشتی لب باغچه.
صلوات بفرستیم. اون آیه دیگه چی بود؟ آیه دیگه در مورد حضرت ابراهیم فهمون نکن لقد استفا لقد استفیناه فی دنیا منه فی الاخرت لمن الصالحین. آنجا 5 تن شد، بخشید 15 تن شدن، 14 نفر بودن. حالا بعد از اینکه ابراهیم از این امتحان سربلند بیرون آمد شدن 15 نفر. ما خیلی هستیم، ما بلندترین پروازمون این است که از یه غذای خوشمزه اگه پرواز کنیم، بلندی پرواز کنیم، از یه غذای خوشمزه بگذاریم. پرواز انسانی اینجا هست. این اولین قدمه از پا گذاشتن روی غرایزه. اولین قدمه. به ابراهیم گفتن از سر جان بگذر. اوه اون که گذشتیم آه خیلی وقت. گفتن از هر چی داری بگذر. خب اینم که گذشتیم از هم مدت هست. تا در جریان پسر اولا گفته بودن که برو زن بچه تو بذار تو بیابونا، بیا یه بیابونی که یه ذره نه علف توش هست نه آب، خیلیه. قرآن داره ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. خدا من زن بچه‌م گوشم تو بیابونا، اینجا هیچ چی گیر نمیاد. وقتی همون پسر 16-17 سالش شد گفتن خب برو برای ما سر اون پسرتو بیار. از بس که حالا به زبان خودمون عرض میکنیم، از بس که عشق داشت که بره کنار امیرالمومنین بنشینه، مگه شوخیه؟ داستانی رو مرتبه دیگه براتون عرض کردم. یه آقایی بود در تبریز، این ارتباطات با ارواح داشت، نه از اینه که رفته بود مثلا جنگیری کرده و اینا نبود، همطوری به طور چیز ساختمانن ارتباطات داشت. یه وقتی روح اصطلاح حالا اینا میگن روح ارسطو رو احضار کرده بود، روح ارسطو رو احضار کرده که آقا من میخوام خدمت شما فلسفه بخونم. اوشون فرموده بود که آقا الان ارسطو تو قم زندگی میکنه، باید بری قم خدمت ایشون درس بخونی. علامه طباطبایی قم بود، یا اخوی داشتن، اون اخوی تبریز بود، یا باید پیش ایشون بری یا باید پیش ایشون باید بری. اگه میخوای فلسفه بخونی باید اونجا بری، فلسفه اونا پخته تره. حالا این داستان بود. بعد به این مناسبت ها این حالا به دلایل دیگه مثلا چی پدر یه وقتی پدر مرحوم آقای طباطبایی هم احضار کرده بود، ایشون صحبت کرده بود، ایشون گله کرده بودن. این پسر من تفسیر ادمیزان رو نوشته، تفسیر ادمیزان خیلیه، یه ذره از ثوابش به من نداده، خواهی کمیشی مخواست به منم بدی. این گذشته بود و گذشته بود و تا خبر حالا به واسطه یا خودش آمده بود خدمت آقا یا چی عرض کرده بود که آقا اینجوری
فرمودن که من اصلا فکر نمیکردم ثواب داره. 20 جلد نوشتی، 20 سال طول کشیده نوشتنش، این من فکر نمیکردم ثواب داره. اگه ثواب داره همش مال پدرم. دو تا حرف ها. آدم بخیلی که اونجا را نمیدن که. آدم سخی به اول فقیری که میرسه هرچی تو جیبشه میده، نمیذاره بس بعدی، اصلا فقیر بعدی نمیذاره. من گیرم، خمس هم گیرم. بابا خمس واجبه، اصلا یک پنجم مال تو نیست، مال تو نیست. وقتی درآمد یافته ای یک پنجمش مال تو نیست، باید به صاحبش. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی. مال اوناست، مال اوناست، مال اصلا مال تو نیست. لذا میگن بعضی از مراجع میگن با این مال اگه شما جنسی بخری چون یه پنجمش مال شما نیست، این معامله خرابه اصلا وضعش. من این مثلا عبا رو اگر با پول خمس نداده بخرم مثلا معاملش صحیح نیست، بنابراین شما با این نمیتونی نماز بخونی. یه پنجمش مال مردمه. مثلا بعد چی بود؟ آقای طباطبایی بود. آقا گفتم که همش مال پدرم. ثواب تفسیر المیزان در هر صورت. بعد اون بند خدا باز همین هایی دنبال میکرد، این چیزها رو دنبال میکرد. بعضی از بزرگان رو خواسته بود، اون آقا خواسته بود که ببینه. گفتن اونا دست نمیرسه بهشون. نقطه عرضم همین بود، دست ما به اونا نمیرسه، دست کسی به اونا نمیرسه، از علمای بزرگا دست ما نمیرسه. اونا دائما در محضر امیرالمؤمنین هن. این دائما در محضر امیرالمؤمنین هن. چقدر زحمت کشیده تو نمیدونه چیکار کرده با خودش، چیکار کرده. توی حدیث معراج داره آقا که روزی اون آدم ها روزی 70 بار میمیرن و زنده میشن و هر کسی تو عالم شهید دیگه، شهید بالاتر که نداریم که در عالم. میره رومین بعدم پرواز میکنه تموم. یه بار این روزی 70 بار میره رومین و میاد. یعنی چی؟ خب به ما چه ربطی داره؟ مال ما نیستش. وقت اون آدم ها چقدر بهشون سخت میگذره و چقدر این سختی تحمل میکنن، سرانجامش چی میشه؟ سرانجامش همین میشه که حاج آقای اخشناس رو گفته بودن که متاسفانه اون آدمشو که این حرف زد من الان یادم رفته کی بوده، ایشان مأمور است در سختترین مواقف قیامت، در سختترین مواقف قیامت آنجا باشد به دوستان امیرالمؤمنین کمک کنه برای عبور از اون موقف. میگن عقبه، عقبات قیامت، سختترین عقبات قیامت یعنی گردنها. در سختترین گردنهای قیامت شما باید این گردنها عبور کنید تا به بهشت برسی. ایشون اونجا باشد کمک کند دوستان امیرالمومنین. این دیگه کجاست؟ فقال له استکبرت. به جهل فهمود تو کبر ورزیدی. کبر ورزیدی. فلعنه. او را لعنت کرد. لعنت کرد این از رحمت خودش او را دور داشت.
کنار زد. به رحمت خدا نمیرسد. با تکبر دادن به رحمت خدا نمیرسد. ثم جعل للعقل خمستن و سبعین جندن. سپس برای عقل 75 لشکر قرار داد. و جهل چون دید که خدای متعال برای عقل 75 لشکر قرار داد، خب منم هستم، خدای متعال برای اونم 75 لشکر قرار داد. همه صفتهای بد لشکر جهلن. این حرف باز هفته پیشم عرض کردیم، همه چیزای بعد جهله. حالا مثال اینجا بود تکبر. تکبر ها جهله. در مقابل تکبر چی آقا؟ تواضع. این تواضع عقله. اگه شما متواضعی عقل داری، اینو میگن عقل. پس ببینید با عقل نظری و عقل اون یکی این فرق داره. آدمی که صفت تواضع داره، تواضع ازش برمیاد، هیچ وقت تکبر نمی کنه، همیشه تواضع می کنه. سخاوت، سخاوت عقله. حالا اینو میخواستم عرض کنم، این نکته است. این سخاوت و این تواضع یک ادراک، یک نوع فهمه. حالا مثال شجاعت بزنم. شجاعت یه فهمه. شما به نظرت اینا چیزی نمیان. فرماشه امیرالمومنین فرمود اگه همه عرب پشت به پشت هم بدن بیان مقابل من، من به نظرم اینا چیزی نمیان، نمیترسم از اینا. این چی آقا؟ بفرمایید. یک فهمه، یک عقله. سخاوت یک فهمه، اون فهم رو من ندارم. تواضع یه فهمه، من ندارم. اگه اونو داشتی مغز بهش جاته. نه نه، مغز بهش هم جات نیست. خود اون تواضعه، خود اون سخاوت بهشته. آخه بهش دو جور داریم دیگه. الان داشتیم با اون دوستمون صحبت میکردیم، جهنم نه، حالا دو جور، صد جور، اما حالا فعلا یه بهش تو دلته. آدمی که تو بهشته به یه بهشتی تو دلشه. آدمی خدای نکرده تو جهنمه، یه جهنم تو دلشه. نار الله موقدت اللتی تطلع علی الافئده. این آتش تو دل شعله می کشد. حالا مثال خیلی دم دستیش این آدم که مثلا ممکن است ما بعضا چشیده باشیم، حسادت. حسادت یه آتیشه، منو داره می سوزونه. پس یه جهنم بیرونی داریم، یه جهنم درونی داریم، یه بهشت بیرونی داریم، یه بهشت درونی داریم. همطور که یک آتشی در دل شعله می کشد، یک بهشتی تو دلشه که نمیدونم یعنی چی. اگه آدم از این صفات خوب برخوردار بشه، اون بهشت رو همجا میرسه، همینجا بهشت رو میرسه. یه چیز اول عرض کردم، اگر نماز درست نخونه این حرفا بیشتر میخوره، بیشتر نماز شده ما درست بخونه، چشمش باید درست باشه، گوشش درست باشه. از جوانان و جوانان من برخورد کردم، نمیتونن موسیقی گوش ندن، نمیتونن. ها چرا نمیتونن؟ غریزه حاکمه.
موسیقی در اون غریزه زیبا به نظر میاد، در حدی است که اختیار رو میگیره از این، مغلوب غریزش میشه، نمیشه. چشمشو، گوششو، زبانشو، شکمشو غذا میخورم. این آدمو خیلی ها، این هیچ کدوم اینا نباید من بی اختیار کنم. من بی اختیار گاهی گرسنمه، غذام خوشمزه است، میشم بی اختیار. این بده. نه شما گرسنه بشی غذا خوشمزه نخوری، نه بخوری اب نداره، بی اختیار بشی اب داره. اگه دم بی اختیار بشه، چند بار مثال گاو و گوسفند درس نکردم؟ گفتن اون دوستمون که آشنا بود گفت گاو و گوسفند وقتی به یونجه تازه میرسن انقدر میخورن تا منفجر بشه. نه جدی، نه شوخی، نه گوه. ما مثلا اگه اینطور شد باید این کارو کرد، این کارو کرد. با یونجه خوش باشه؟ نه اینطور نیست، به اندازه میخوره. خواهی منم همینجور باشم که من گفتن حیواناتو سرشون رو به زمین خلق کردن، اما سر انسان بلند خلق کرد. به زمین شما نباید سجده کنی، روی زمین سجده باید بکنی. به زمین نباید سجده کنی، بله؟ به زمین سجده کردن ما باید به خدا سجده کنی، بر روی زمین، نه بر زمین. من زمین رو نمی پرستم، انسان مربوط شده. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت فنائک. چقدر از دوستان ما رفتن برای اربعین؟ خدای ما همه اونا رو به تو می سپاریم و همه زائران امام حسین رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.